با درود، در برنامه آخر اشاراتی داشتم روی نظر هگل در باب سه بنیان مهم یا سه امر پایه‌ای مدرنیته که او به ویژه در تحلیل‌های هابرماس فیلسوف معاصر آلمانی سه امر بنیانی رو اساس مدرنیته میشناسه و معرفی میکنه و تحلیل میکنه در آثار خود. اون سه کلیسای رفرم لوتری، پدیده روشنگری، یعنی مجموعه ارزش‌هایی که در درون روشنگری و تحول بینش عصر نوین در عرصه فلسفه و علوم اتفاق می‌افته، و سوم انقلاب فرانسه. بعد این رو اشاره کردم که هگل باز در تحلیل هابرماس عنصر ذاتی مدرنیته یا عصر مدرن رو در امر گذر از سنت گذشته، چیزی که اون مدرنیتر از گذشته تفکر سنتی که در تمام طول تاریخ متافیزیک از افلاطون تا قرن 19 هم که نه البته نه قرن 19 هم تا دوره جدید قرن 17 و 18 ادامه داشته، اون مسئله سوبژکتیویته بود. این رو در دقایق آخر صحبت پایانی هم به قدر لازم در چند عبارت که وقت برنامه اجازه میده توضیح دادم. سوبژکتیویته، بنیان سوبژکتیویته فرده، چیزی که به نظر هگل مسئله پایه‌ای و بنیانی اندیشه مدرن. خوب دقت کنید، ببینید، من این رو قبل از اینکه توضیح هم رو ادامه بدم اشاره بکنم. بارها اینو در گفتارهایی که در این برنامه دارم به شما یادآوری کردم. من قصدم فقط این نیست که آموزش فلسفه بدم، گرچه اون چرا که میگویم فلسفه است، در این تردیدی نیست. مسئله این نیست که مکتب‌های فلسفی رو اینجا توضیح بدم، آرای فیلسوفان رو توضیح بدم، بلکه قصد من بیداری اندیشه است. قصد من آن است که ایرانیان به اندیشیدن عادت کنند. خب ببینید، کانون مدرنیته سوبژکتیویته است. سوبژکتیویته یعنی هویت پیدا کردن فرده، چیزی که بعد هگل میگه، چون این بسیار مسئله مهمیه، به این دلیل اشاره میکنم که قصد من بیان فلسفی نیست، فقط توضیح فلسفی نیست، گرچه فلسفه از تمام اونجرا که میگم. اگر از هگل نقل میکنم، زیرا در توضیح و شرح و بست اون عناصر ذاتی یک جامعه انسان مدار، انسان بنیاد و تحقق آزادی ها داره شکل میگیره در این اندیشه. خب او چی میگه؟ میگه هگل، به نظر هگل فردیت یا سوبژکتیویته چیزی است که بینش افلاطونی کامل از اون غافله. حالا چرا بینش افلاطونی؟ به این دلیلی که تمام تاریخ متافیزیک تا دوره دکارت
و آغاز مدرنیته در سیطره افلاطونه که در بحث‌های پیشین مدرنیته به قدر لازم این مسئله رو باز کردم براتون که چگونه در سیطره افلاطون به ویژه وقتی که روی آراء نیچه توضیحاتی میدادم، به ویژه در مسئله نیهیلیسم و مسائل پیوسته دیگرش. پس غفلت افلاطون از سوبژکتیویته یا از فرد بوده. به نظر هگل سوبژکتیویته حقوق بی پایان فرده. ببینید چیزی که جامعه ایران تا به امروز به طور کامل از اون بی بهره بوده و بهش توجه نشده. بنابراین این حقوق بی پایانی که هگل به اون اشاره میکنه که در تفکر مدرن و در اندیشه سوبژکتیو که پایه‌گذار بنیانگذار چنین تفکری بارها بحثش رو کردیم و شما هم کمابیش میشناسید، دکارته، شاخص‌ترین وجه سوبژکتیویته فردیت، فردیت یا اندیویدوالیتاس یا اندیویدوالیزم. این فردیت حوزه‌های وجودی خود رو در جریان اندیشه سوبژکتیو گسترش میده. ببینید من اینجا قبل از اینکه مطلب رو ادامه بدم، این توضیحات رو، یه نکته بسیار باریکی رو اشاره میکنم. یکی از کجراهایی که ما در این دهه های گذشته از مشروطه به بعد در گسترش اندیشه های فلسفی انجام دادیم و در معرفی تفکرات غربی انجام دادیم، به ویژه از سوی کسانی که فلسفه را آموزش دادن یا در اندیشه ورزی کوششایی کردن، این بوده که بلافاصله این سوبژکتیویته یعنی اصالت اندیشه ورز بودن انسان رو خواستن یه مقایسه هایی با تفکرات مسلط فرهنگ اسلامی ایرانی ما بکنند که نوعاً با تمام این ارزش‌ها بیگان است، که هیچ رابطه‌ای بین عرفان و نگرش عرفانی و مرکزیت و کانونیت خداوند و عشق به خداوند و امور اینجوری هیچ ربطی نه با سوبژکتیویته نه با مدرنیته داره و نه میتونه داشته باشه و نه اصلا وارده مقایستش باید بشیم. خب ما غفلت کردیم از این که دقیقاً بدانیم این سوبژکتیویته حتی در نقدهایی که مثلا کسی مثل سید احمد فردید در انتقاد از سوبژکتیویته میکنه، همواره ملاک نگاهش یک بینش دینیه. اینو توجه داشته باشید، ما هرگز و هرگز، نه ما، هیچ قومی و ملتی، هیچ مردمی، هیچ اندیشه ورزی، هیچ متفکری نمیتوانه با ملاک‌های بینش غیر ابژکتیو، غیر عین‌گرا، غیر واقع‌گرا با امور واقعیت برخورد کنه، کاری که ما به طور دائم انجام دادیم. خب به هر حال این فردیت باید از این نحوه بینش خلاص بشیم، رها بشیم، امور رو سر جای خودش ببینیم. پس فردیت یا اندیویدوالیته کانون سوبژکتیویته است و یک حق مسلم انسانیه. خب هرگز
در جمع یا مجموعه های یک معنای دقیق فردیت اینه، دقت کنید، اینکه فرد هرگز در جمع حل نمیشه. یعنی چی حل نمیشه در جمع؟ آیا نمیتونه وارد جمع بشه؟ چرا؟ یعنی حقانیت فرد، حقوق فرد، هویت فرد چونان فرد مطرحه، نه اینکه فرد داخل جمع. در تمام بینش های بینش یا نگرش توتالیتر، اقتدارگرا، چیزی که امروز در جامعه ایران حداقل از دوره استقرار حکومت دینی و انقلاب 57 در ایران مستقره، فرد اصلا معنی نداره. فرد همواره در یک مجموعه عظیم انسانی مطرح میشه. شما تمام فیلم هایی که از مراسمی که ایرانیان در اونها به هر علت شرکت میکنن نگاه کنید، در تمام حکومت های توتالیتر یا اقتدارگرا و سرکوبگر چنینه، حتی در آلمان هیتلری هم چنین بوده. اصلا فرد و هویت فردی معنی نداشته. فرد وقتی اعتبار داشته که جمع رو به وجود بیاره. خوب دقت کنید، مسئله همینه. هر انسان به نوبه خودش یک هویت انسانیه، آزاده، دارای حقوقه. هگل اینه میگه، میگه مجموعه حقوقی رو که انسان داره در فردیت او تحقق داره. مسئله اول اینه. مسئله دوم حق نقادیه که مورد نظر منه. در بحثایی که در شماره‌های پیشین این برنامه یا برنامه‌های قبلی اشاره کردم که مسئله تاریخ و نقادی تاریخه، به این دلیل این بحث رو عنوان کردم که بگم چنان که هگل نیز بر او انگوش میگذاره، مسئله دوم اون حقوق بی پایان انسان که در سوبژکتیویته تحقق داره یا خودشو نشون میده، حق نقادیه و آن اصلی است که از دنیای تجدد که هر فردی چیزی را ببینید، دقت کنید قبل از اینکه این جمله رو کامل بخوانم یا بگویم، حق نقادی چیه؟ یعنی ما این حق رو داریم. حق نقادی یعنی اینکه هر انسانی، هر فردی این حق رو داره کلیه آنچه را که مربوط به زیست خودشه، چه زیست عینی ملموس و روزمره است و چه زیست فکری و اندیشه ورزیشه، نقادی کنه. این حق نقادی و آن اصلی است که از دنیای تجدد برمیخیزد، با دنیای تجدد شکل میگیره. و اون این که هر فردی، دقت کنید، هر فردی چیزی را نمیپذیرد مگر آنکه آن امر یا آن چیز برای فرد قابل توجیه باشه. یعنی من امروز از پدیده‌ای که لازمه یا باش سر و کار دارم و میخواهم که بر اون باور داشته باشم یا نه، وقتی میتوانم اون رو باور کنم که خود تشخیص میدهم این امر قابل باوره، قابل پذیرشه، قابل اعتناست، این حق نقادیه. ما این حق رو اگر در مورد مجموعه ارزش‌های فرهنگی خودمون برای خودمون قائل بشیم، اون موقع مطمئن باشید که آزادی در جامعه ایران میتونه حرکت کنه. آزادی وقتی میتونه برای ما
تحقق عینی داشته باشه که حق نقادی برای فرد فرد ایرانیان از جانب فرد فرد ایرانیان پذیرفته بشه. پس حق فردی، حق نقادی آن است، اصلی است که به موجب اون هر فردی، یک بار دیگه این جمله رو میخونم، هر فردی چیزی را نمیپذیرد یا هیچ چیز را نمیپذیرد مگر آنکه آن امر یا آن چیز برای فردیت او، هویت فردی او قابل توجیه باشه. به نظر هگل این حرف هگله. این دو پدیده یعنی فردیت و دیگری نقادی به نظر هگل اولین بار نزد لوتر عینیت پیدا میکنه و هگل اون رو کشف میکنه. به هر حال از نگاه هگل ایمان و باور با حرکت یا جنبش لوتری، یعنی پیدایش کلیسای پروتستان یا کلیسای رفور، وجه رفلکتیو یعنی بازتاباننده پیدا میکنه، چیزی که قبل از لوتر برای فرد مؤمن ناممکن بوده. یعنی چی رفلکتیو پیدا میکنه و قبلا نبوده برای فرد مؤمن؟ اینکه فرد مؤمن مثل همین ایرانیانی که امروز ایمان دارن به هر امر اعتقادی خودشون، بدون هر گونه تأمل و درنگی یک امری رو که بهش معتقدن، خداوند، امام، پیامبر، مقدسان و هرچیه، اونو پذیرفتن. ولی هگل میگه با لوتر و ببینید این حق نقادی است که به آدمی این اجازه رو میده تا در باب اونچه که باور داره نیز بیاندیشه. از اینجاست مادام که ما پرسش نکنیم، ببینید، دقت کنید ببینید چگونه فرموله میکنم نظرم رو، مادامی که پرسش نکنیم فردیت ما معنا پیدا نخواهد کرد، ما انسان چونان انسان نخواهیم بود. فقط با پرسشه که چنین میشه. اینو میگه لوتر، میگه مادامی که ما در از ایمان خود سوال میکنیم، باور و چه رفلکتیو یا بازتاباننده پیدا میکنه، یعنی به سخنی پیش از اون تحول لوتری، فرد مؤمن براش پرسش از باور ناممکن بوده. یعنی اینکه نقد اتوریته یا نقد قدرت سنت پیشتر وجود نداشت. خب امروز خوشبختانه و شاید برای نخستین بار در تاریخ ما ایرانی این حرکت آغازیده، این حرکت شروع شده، و اون این که ما امروز دریچه هایی به رومون داره در ایران گشوده میشه یا گشوده شده پیشا پیش، که نقد دین میکنیم و نقد ایمان، نقد دین و نقد ایمان. دقت کنید در اون چیزی که در این 18-19 دقیقه که در برنامه امروز گفتم دو امر بود، اینو تکرار میکنم چون بسیار مهمه. بنیان مدرنیته در
بخشی از بنیان مدرنیته در تحلیل هگل پیدایش فردیت، این فردیت با حرکت از نظر تاریخی با حرکت کلیسای رفرم انجام میگیره که وارد بحث‌های وسیع‌تر اون نمیشم که اصلا مورد نظرم نیست. فردیت در مدرنیته، فردیت دوم حق نقادی فرده، این که فرد با نقادی آگاه میشه به هویت خود، یعنی حق نقادی چونان اصلی است که به آدمی این حق رو میده چیزی رو نمیپذیره مگر آنکه برای فردیت او قابل توجیه باشه. اما مسئله مهمی دیگر آنکه این دو امر رو در نظر داشته باشید و روش تکیه می کنم، مکرر تکیه می کنم، بعد اثرات نبود این رو بعدن در نقد وضعیت فکری خودمون، وضعیت اجتماعیمون، سیاسیمون و فرهنگیمون در همین یک سده اخیر براتون نشون خواهم داد. فقدان این رو، نبود این دو امر رو. اما مسئله مهمی دیگر آن که بله، این نقد ایمانه، نقد ایمان و نقد دین خوشبختانه در عرصه فکری ما کمابیش حضور داره پیدا میکنه. اما هگل با انگشت نهادن و تأکید یا تأیید سوبژکتیویته یا سوژه یا فردیت انسان، به وجدان آزاد یا ذهنیت آزاد میرسه و ذهنیت آزادی رو میبینه که لوتر اون رو اعلام کرده. اینکه به نظر هگل وجدان آزاد که در بینش و تحول کلیسای رفرم لوتری آشکار میشه، این امر شاخصه مهم عصر مدرنه. از این نگاه آنجا که درنگ یا تأمل عقلانی هست، این مسئله بعدیه. جایی که درنگ و یا تأمل عقلانی هست، در آنجا بالقوه نقد هست. یعنی نقد نمیتونه وجود داشته باشه مادامی که در درون ارزش‌های یک فرهنگ عقلانیت و خردورزی و ضابطه های نگاه خردورزانه حکومت نداشته باشه. هگل میگوید آنجا که تأمل یا درنگ هست، در آنجا حداقل و بالقوه نقد هست. پس به نظر هگل ایمان پروتستان از منظر پروتستان از وچی نسبت به خود، یعنی نسبت به ایمان نقد میکنه. پس ببینید، من روی این سه پدیده مدرنیته از نگاه هگل بیشتر مکس کردم به این دلیل که بگم ما باید ایمان خودمون رو نقد کنیم، ما باید دین رو نقد کنیم. مادامی که دین رو نقد نکنیم، ایمان رو نقد نکنیم، به عرصه بعدی که تحقق فردیت، هویت یافتن فرده، نخواهیم رسید. بنابراین به ویژه در بحث هفته پیش و بحث امروز، این سه پدیده ای رو که در نگاه هگل تشخصهای ذاتی مدرنیت است، مجدداً روش مکس کردم تا به شما نشان بدم تحقق این امر رو که میباید
مسئله نقادی رو در تاریخ خودمون، ارزش‌های خودمون، باورهای خودمون، هر اون چی که متعلق فرهنگیمونه انجام بدیم، تا بلکه زمینه‌های حرکت یک تحول رو در فردای ایران فراهم کنیم. فعلا همین و تا بعد و مرسی.